خبر فوق العاده عاجل، درگیری بسیار شدید همین اکنون در خیمه لوی جرگه. سلام، درود به کانال ادلارسانی ما، خوش آمدین. مشروع خبرها: طالبان سخنگوی قمندان امنیتی پیشین ننگرهار را در کابل بازداشت کردند. منابع در شهر کابل میگویند که طالبان سخنگوی قمندان امنیتی پیشین ننگرهار را بازداشت کردند. منابع روز پنجشنبه نام سرطان به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان ولی احمد سری، سخنگوی قمندانی امنیتی پیشین ننگرهار را در شهر کابل بازداشت کردند. منابع میگویند که هنوز علت بازداشت آقای سری از سوی طالبان معلوم نیست. با گفته منابع، این دهمین جوان اندرابی است که در یک ماه گذشته در کابل، بغلان، کندز و بلخ از سوی طالبان بازداشت شده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان، برخلاف افعه عمومی که اعلام کردند، صدها نیروی امنیتی پیشین را بازداشت و شکنجه کردند. همچنان این در حالی است که روزنامه صبح کابل در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: جبهه ملی آزادگان از حمله بر طالبان شرکت کننده در نشست علما خبر داد. جبهه ملی آزادگان اعلام کرده است که نیروهای ویژه عملیاتی این جبهه بر افراد طالبان در نزدیکی خیمه لوی جرگه حمله کردند. در خبرنامه آمده است که این حمله به منظور از بین بردن طالبان شرکت کننده در نشست علما را اندودی شده است. تا هنوز جزئیات کامل این حمله مشخص نشده است. با این حال احمد فهیم توخی می نگارد: تازه صدای فایر در نزدیکی لوی جرگه شنیده شده است. با این حال سید عبدالله در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: چریک های جبهه ملی آزادگان بالای خیمه لوی جرگه حمله نموده و فعلا جنگ به شدت ادامه دارد. در همین حال یک خبر دیگر می نگارد: چندین انفجار در اطراف خیمه لوی جرگه رخ داده است و درگیری به شدت جریان دارد. تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. کانال ما را دنبال نمایید تا از جزئیات دقیق از خیمه لوی جرگه و انفجارهای امروز با خبر شوید. تا درود دیگر، بدرود.